نگاه کنید، ما به استانداری رفتیم، صنایع رفتیم، دفتر امام جمعه رفتیم. واقعیتی که یه صنعت خوابیده، در حالی که نه یکی، ده ها صنعت تو استان فارس خوابیده و مشکل داره. متاسفانه هیچ که رسیدگی نمیکنه. حالا بچه ما با سختی اومدن، نه که تهدیده، بلکه اومدن حقشون رو میخوان. خیلی جالبه، ما استانداری رفتیم که اصلا رسیدگی نمیکنن. رفتیم دفتر امام جمعه هم به نتیجه نرسیدیم. دفتر نمایندگان رفتن، مجمع نمایندگان رفتن، اونجا هم جوابی ندادن. خب همه بچه ما رفتن مجمع، برم جو واقعا دادشون صحبت کنم، بگم ما چیکار کنیم. واقعا ما مشکل داریم، اکثر این بچه ها 6 ماه 7 ماه بازنشست میشن. یعنی ما 6 7 ماه دیگه این مشکلاتون حل میشد. اگر فرض کنید این میلیارد میلیاردی که وام میدن به آقازاده آقایونی که به اصطلاح اصلا حقشون نیست، خب بیان به همه شرکتایی که میلیارد میلیاردشون وام میدن، میگن آقا 2 میلیارد شما بده، 2 میلیارد فلان بده، 2 میلیارد از هر شرکتی، همین وامای کلونی که به اینا میدن 2 میلیارد چه عقص کنن بیارن بدن به این صنعتی که خوابیده، خیلی کار انجام بدن. بعد متأسفانه حمایت از این نمیکنن. در برنامه قبل گزارشی دیدیم که بر اساس آمار ارگان‌های رژیم، سه برابر شدن واردات محصولات کشاورزی کمر کشاورزان ایرانی را شکسته. اما آیا رژیم آخوندی تنها با افزایش واردات محصولات کشاورزی کمر به نابودی کشاورزان ایران بسته؟ این گزارش رو با هم دنبال کنیم. برای میدان پیدا کردن واردات محصولات کشاورزی باید میدان را از کشاورزان داخلی گرفت تا بتوان به سودهای نجومی دست پیدا کرد. عرصه را باید آنقدر بر کشاورزان تنگ کرد تا زمین و باغ را رها کنند و به مصرف کننده محصولات کشاورزی وارداتی در شهرها تبدیل شوند. یکی از این اقدامات خرید محصولات کشاورزی به اسم خرید تضمینی، اما بسیار پایین تر از قیمت تمام شده از طرف ارگان‌های حکومتی است. مشکل ما اینه که خریدار درست نداره. فعلا میام اینجا از صبح تا غروب لافیم، غروبم که میشه زیر قیمت بفروشیم بریم. عرضه با تقاضا با هم هماهنگی نداره. اقدام دیگر رژیم، نپرداختن حتی همین پول محصول خریداری شده به کشاورزان برای پرداخت بدهی‌های کشاورزان است. چقدر موافقه شما؟ چه ما الان موافقه افتاده داریم که این مشکلی هستش که حکومت گیلانگی تمام چایکاران کل شهرستان چایخیز استان گیلانه. ما کارگر میگیریم روزی 25000 تومان. از کجا پول بیاریم به کارگر بدیم با ما چای میچینه؟ از کجا پول بیاریم؟ این چایی که ما میخوایم برداشت بکنیم، یک کیلو چای قیمتش چقدره؟ 300 تومان. چای رو میخواد برداشت بکنی، کارگر میخواد بیاد اینجا این چای رو برداشت کنه، دم بوته میگه کیلو 150 تومان میگیره. خب اینو برداشت میکنه 20 روز، یک ماه، 40 روز، لااقل همین پول کمی که از کشاورز میخرن بدن. البته روز 13 آذر وزیر اسبق کشاورزی رژیم یک دروغ شاخدار گفت و از افزایش بیش از دو برابری دولت احمدی نژاد در مورد خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت مسئولان همواره اطلاعات غلط ارائه میکنند. مثلا ابتدای فروردین وعده خرید 11 میلیون تن گندم داده میشود، اما در آخر تابستان
خرید گندم از کشاورزان به 5 میلیون تن هم نرسید. اگر کشاورزانی پیدا شوند که محصولشان را به دولت نفروشند، دلالان حکومتی نسق آنها را میکشند. میمدن میگفتن آقا کیلوی 80 تومن، کیلوی 60 تومن، صندوقی 1000 تومن، صندوقی 800 تومن هم میگفتن. کیلو چه میخواین از تو بگیرم؟ الان ما میگیم کیلوی 60 تومن، صندوق شما داریم 1200 تومن، صندوق خالیش میخریم، بعد کرایه ماشین هم 1000 تومن میدیم، 12000 تومن پول کارگر میدیم، چینی اینجا میان به قرآن پول کارگر بده کاری. وام کشاورزی مثل میوه است که ظاهری شیرین دارد، اما وقتی پوست آن را میکنید جز تلخی و زهر طعمی ندارد، زیرا میدان دیگری برای نابودی کشاورزی و غارتگری سردمداران رژیم از کشاورزان است. مراجعه نمی‌کنید که وام بگیرید؟ آقا میگه ما اعتبار نمونده واسه ما، اعتبار به روی چشمه. یه سری میگن اعتبارشون رو میگن اومدن واسه ما، یه سری هم مثل ما که کشاورزان ندارن میگن نمونده. ده بار به بانک کشاورزی مراجعه کردم میگفت آقا نداریم. بعضی ما با تشر اینا گفتم برو بیرون. هی امروز فردا میکنه، هی میگن امروز بودجه نیست، نمیدونم فردا چیکار میکنیم. فردا بی آدم کشاورزم ببین هر روز نمیتونه دنبال وام بره. یکی دیگر از گام های غارتگری از حقوق کشاورزان، گران کردن هزینه های تولید به دلیل حذف یارانه هاست. خبرگزاری حکومتی فارس روز 11 آذر نوشت بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها، میزان هزینه های کشاورزان به شدت افزایش یافته است، به طوری که قبل از هدفمندی برای هر هکتار شخمزنی 10000 تومان هزینه می گرفتند، اما بعد از آن 50000 تومان پرداخت می شود. دبیر کل خانه کشاورز رژیم هم گفت هزینه تولید کشاورزی در ایران بالاست، قیمت تولید ما 10% به خاطر سودهای بانکی از دیگر کشورها بالاتر است. هزینه آبیاری نیز 20% از سایر کشورها بالاتر است. حتی اگر همه چیزمان درست شود، قیمت تمام شده ما 30% از کشورهای دیگر بالاتر خواهد رفت. مثلا گوشت قرمز در ایران 2 برابر نرخ جهانی هزینه دارد. گوشت مرغ نیز 50% گرانتر است. یکی از مهمترین هزینه های تحمیل شده بر کشاورزان افزایش مخارج حمل و نقل است که امان از آنان بریده است. تکی که برای آذربایجان میگرفتم 400000 تومان، من دیروز گرفتم این تک 800000 تومان. زمانی که کشاورز میخواد بارش بپوشه میگن ماشین نیست، بارشانو با قیمت ارزان خریدن، بعد ماشینای مثلا سر زمین. البته نتیجه واردات بسیار سودآور محصولات کشاورزی برای کارگزاران رژیم و اقدامات همه جانبه این رژیم برای قلع و قمع کشاورزی داخلی را میتوان در جمله رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی باغداران زیتون رودبار خلاصه کرد که به خبرگزاری حکومتی فارس گفت واردات بی‌رویه محصولات زیتون از مشکلات اساسی باغداران زیتون و موجب تخریب باغهای زیتون رودبار شده است. اما آنچه در این میان از کشاورزی ایران باقی مانده است را باید در خشم و اعتراض مستمر کشاورزان در استانهای مختلف کشور دید که مانع بسیاری را بر سر راه سرعت و شدت انهدام کشاورزی ایران توسط باندهای چپ و ولگر رژیم آخوندی ایجاد می‌کنند.